بچه دست چپه. صدای چیه؟ تو این اتاق چه کار میکنی؟ آروم باش بابا جون، دروک بیرونه، مشکلی نیست. اگه بهت نگفتم از اون کلمه استفاده نکن. بچه جون، تو میخوای من رو دیوونه بکنی؟ آره؟ راستش انقدر دلم میخواد بابا صدات کنم که وقتی تو رو میبینم یهو ممکن از دهنم بپره بیرون. وقتی منو میبینی از دهنت نپره بیرون. وقتی منو میبینی از دهنت بیرون نپره، چون اگه یه روزی اشتباهی جلوی نباهات از دهنت بپره بیرون، حتی منم نمیتونم نجاتت بدم. حواست باشه. حالا این چیزا رو بی خیال. دارم فکر میکنم اگه تو مادرمو ترک نمیکردی، یعنی اگه جای نباهات مادرمو ترجیح میدادی، این اتاق الان مال من میشد. یعنی این اتاق، این زندگی، تمام چیزایی که دروک داره مال من میشد، درسته؟ اونش مشخص نیست بچه جون. نمیدونم از کجا بدونم. این سرنوشته شاید میشد، شایدم نمیشد، شایدم منم صاحب اینم اموال نمیشدم. ما که نمیدونیم، اما یه چیزو خیلی خوب میدونم، اونم اینه که این اتاق بهت نساخته. به جون پسر، زود باش از این اتاق برو بیرون، اعصاب منم خورد نکن. به نظر میرسه یکم ترسیدی بابا جون. خدایا صبر بده، خدایا صبر بده. اصلا باورم نمیشه هرچی دیوونه و بیمار روانیه میاد منو پیدا میکنه. میگم نکنه اشکال از منه. ها؟ نه بابا، چه ربطی داره؟ از صبح تا شب با روانیه سر و کله میزنم، این چه وضعیتی؟ آکف، خبر بدی شنیدی؟ چی شده؟ داداش دختره شنیده دارن میان اینجا؟ نه نه باهات، ول کن تو رو خدا، همچین خبری نیست. کسی نشیده، کسی نمیاد اینجا. این حرفا رو از کجا میاری؟ چه میدونم آخه آکف، من از اون موضوع خیلی میترسم. دیدم تو هم اعصاب نداری، گفتم حتما یه چیزی شده. نه عزیزم، نه چیز بدی نشده، اما میدونی من دیگه خسته شدم. به خدا من دیگه خسته شدم. این چه وضعیه؟ باور کن دیگه بریدم. آخرشم میرم به قدیر میگم که اینجوری شد اونجوری شد، این اصله رو بگیر و منو بکش. اونم منو میکش و راحت میشم دیگه. بسه دیگه. چی داری میگی آکف؟ پرت و پلا نگو، یعنی چی منو بکش؟ خدا نکنه. خسته شدم نباها، دیگه خسته شدم. باور کن به این جام رسیده. باور کن، باور کن دیگه، اصلا حوصله ندارم عزیز دلم. میگم چطور برم یکم بخوابم؟ باشه باشه عزیزم، برو برو، شب بخیر. نه بابا، پشیمون شدم، نمیخوابم. بهتره برم یه هوایی بخورم، چون واقعا تو خونه دلم میگیره. من رفتم، میبینمت. آکف مراقب باش. از پنجره دیدمت. خوابت نبرد مگه نه؟ تصمیمی تو گرفتی؟ میخوای به قدیر بگی؟ هنوز نه. تازه الان وضعیت امیدم اضافه شد. الان که به خاطر مدرسه همچین موفقیتی به دست آورده، اگه همه بفهمن اونم سوخت میشه. آره، اونم کنسل میشه. اگه همه بفهمن اون مردی که برای پشیمون کردنمون هر کاری میکنه. آره خب، بعد از اینکه فهمیدم با قدیر چی کار کرده، نمیتونم بگم بعیده. اما اگه من از این چیزا بترسم و به کسی نگم، اون مردی که بدون اینکه تاوان بده قصر در میره. منم نمیتونم اینو حذف کنم، قبول کردنش برام سختی. ببین من درکت میکنم، کاملا حق با توه، اما بعضی وقتا باید اینجوری فکر کرد. اگه بگم بدتر میشه یا اگه نگم. خلاصه که هر کاری میخوای بکن، اما اینو بدون در هر دو صورت به طور کامل آرامش نخواهی داشت. بچه ها، نصف شبی نشستین اینجا چی پچ پچ میکنی؟ هیچی، داشتیم راجع به مدرسه حرف زدیم. آه، منم خر شدم. پس چرا تا من اومدم ساکت شدین؟ مامان چیزی نیست. ای بابا، ساعت 12 شده، من میرم بخوابم.
جدی میگی؟ پس منم برم بخوابم. شب بخیر زنم. شب بخیر دختر خوشگلم. شب بخیر. آها. انگار ما اصلا جوونی نکردیم. خدا میدونه راجع به کدوم پسر حرف میزدن. شیطونا. تا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه. به خدا اومدم هوا خوری. تو آدرس خونه منو از کجا میدونی؟ من در مورد تو همه چیو میدونم سوزم. من از هر قدمی که بر میداری و هر نفسی که میکشی خبر دارم سوزم. تو حالت خوش نیست. خیلی دوست دارم بدونم با این وضع چطوری تو اینجا رانندگی کردی؟ واقعا رانندگی؟ با تاکسی اومدم. به راننده گفتم که منو ببر به جایی که بیشتر از هر جای دیگه خوشحالم میکنه. گفتم منو میبری به تنها جایی که میتونم توش نفس بکشم. منو ببرد پیش تو. باشه، منم الان یه تاکسی میگیرم برات میگردونم به جایی که بهش تعلق داری. دور خدا زنگ نزن. منو نفرسون خونه سوزان. من تو اون خونه کلی بلا سرم میاد. من تو اون خونه اصلا خوشحال نیستم. خواهش میکنم منو نفرس. آکیف، همین الان برمیگردی خونگی خودت؟ یعنی تو الان به من میگی که از من خیلی به تو نمیرسه، درسته؟ میگی برگردم اونجا که بودم. آره آره همینو میگم. میشه برگردی خونت همین الان؟ البته میرم، اما میشه یه لحظه گوش کنی؟ بذار یه چیزی بهت بگم. بعدش آکف رفت نیست، دود شد رفت هوا. فقط یه چی بگم. اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، من با اون رنگ چشات، مثل یه رویای خوش پا گرفتی تو شبان، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، من با اون رنگ چشات سوزم. خیلی خوب، خیلی قشنگ خوندی، خیلی ازت ممنونم. اما دیگه بسه، فوراً همین الان برمیگردی خونت آکف. اتفاقاً کنسرتم تموم شد. این آخرین ترانه بود. دوستان عزیز، به پایان برنامه نزدیک میشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و به امید دیدار در کنسرت بعدی.
خدا نگهدار. وای ساکیف، صبر کن. چی شد؟ یادت افتاد که دلت برام تنگ شده؟ نه خیر، فقط فهمیدم با این وضع نمیتونی جایی بری. میرم یه قهوه برات درست میکنم، میخوری، حالت سر جاش میاد، بعدش هر جو دوست داری میری، فهمیدی؟ دمت گرم سوزان، رفیق عزیز خودم. میدونستم که تو بسبادی منی. بسبادی و تازه یاد گرفتم، خیلی از لفظش خوشم اومد سوزان. که با خونوادتی، کارو بارتم که روبراهه، زن و بچت مشکلی ندارن. نه آخه درک نمی کنم چه مشکلی داری که انقدر از خونه فراری شدی آکف. همین تازگی ها تو چشمگه نباها جونت زل زده بودی و ازش تعریف و تمجید می کردی. تو این مدت کوتاه چی عوض شدی آخه؟ من نمی فهمم. امان از دست تو آکیف. آخ آسیه، چی شده آبجی؟ چرا بیداری اونو؟ داداش، یه چیزی هست که از دیروز میخوام بهت بگم. نمیتونم تو دلم نگهش دارم. من یه چیزی فهمیدم داداش. آکف آتا کل یه کار بدی کرده. چی کار کرده؟ اون تو رو فرستاده زندان. چی؟ کسی که به اون مرد شلیک کرده آکف آتا کل بوده. بعدش که تو اومدی زده تو سرت، اسلحه رو داده دستت داداش. بعدش هم فرار کرده. یعنی دلیل تمام بلاهایی که سرمون اومد اون مردی که کثافت بود. کی اینو بهت گفته؟ تولگا گفت. بعدش اون کثافت اعتراف کرد، گفت آره کار من بود. اون وقت برای چی همچین کاری کردن؟ چی از جون من میخواستن؟ نمیدونم داداش، نمیدونم. تو همینجا بمون آسیه، من زود میام. کجا داداش؟ داداش؟ داداش کجا داری میری؟ داداش، داداش یه لحظه وایسا، نرو. از خواهرت نتونست جلوی زبونشو بگیره، به گوشت رسوناره؟ هیچ کدومتون عقل ندارین، هیچ کدومتون عقل ندارین، ندارین. عقل نداریم آره. اون وقت آبرو چی؟ اخلاق، غرور، ما اینا رو داریم، تو هم داری؟ گوش کن قدیر، مردی که بلم کن. چه حقی با زندگی ما بازی کردی؟ سبکو توسی میدم. تو یه ذره شرف و حیثیت نداری مارتیکن ها؟ نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم نفس بکشم. قدیر ولکن میگوشمت کسافت. چرا خود ولکن خفت میکنم مارتیکن، خفت میکنم. موسیقی
مرد اشکلی کرده آکی فاتا کل بود. زفت میکنم داداش. آسیه عزیزم خوبی؟ کابوس دیدی خواهرم؟ آره داداش. آره تموم شد عزیزم، تموم شد. چی دیدی اینقدر ترسیدی الو؟ داداش قول بده هیچ وقت تنهامون نذاری، هیچ وقت ولمون نکنی. عزیزم اگه میشه من ولتون کنم برم، تا وقتی بمیرم کنارتون هستم، بهتون قول میدم. تموم شد عزیزم، گریه نکن. آسیه بگیر یکم آب بخور. تموم شد خواهر خوشگل من، تموم شد عزیزم. ببین بیدار شدی. باشه عزیزم، تموم شد، تموم شد. ببین چیزی نیست. زیاده روی کرده، اومده دم در. منم گفتم براش قهوه درست کنم، اما روی مبل خوابش برده مثل این که چی؟ چی میخواد؟ برای چی اومده؟ نکنه بازم عاشقت شده؟ پرتو پلا نگو هاریکا. اومد حرف زد، زاری کرد، درد و دل کرد، بعدش هم اینجا روی مبل خوابش برد. همین. خب چی کار کنیم؟ بذاریم اینجا بمونه؟ سب کن من میدونم چی کارش کنم. شاید یه روز لازم شد، کسی چه میدونه؟ سوزن چیکار میکنی؟ میخوای خفم کنی؟ صبح بخیر. چه صبح بخیری؟ چه صبح خیری؟ آدم رو اینجوری بیدار میکنن؟ آه، اما از اونجایی که تو ازم اجازه نگرفتی کجا و چجوری بخوابی، منم نخستم برای بیدار کردن نظرتو بپرسم آکف جون. صبح بخیر امو آکف. صبح بخیر دخترم. خب حالا که بیدار شدی میشه از خونم بری بیرون دیگه؟ فکر کنم حالت سر جاش اومده باشه. آره آره من دیگه بهتر برم. ازت ممنونم بابت همه چی. معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. آه مزاحمت؟ این چه حرفیه عزیزم؟ در مقابل مزاحمت هایی که تا الان ایجاد کردی چیزی نیست. تو آدمی هستی که کل مال و اموال منو بالا کشیده، چون دوتا ترانه خوندی که نمیشه گفت مزاحمی. ها نمیشه. خداحافظ. به سلامت. منم دیگه برم. دخترم صبونه نخوردی هنوز؟ نه مامان گشنم نیست. میبینمت. به سلامت دخترم. بفرما. ده تا تماس بی پاسخ. خدا میدونه این تماس چقدر برام آب میخوره. نباید بیچارم میکنه. الو زینا، الان یه آدرسی برات میفرستم، فورا بیا اینجا دنبالم. الان دیگه پس کی میخوای بیای؟ الله اکبر، عجب گیری کردیم ها. سلام. بفرما دخترم. داشتم فکر میکردم اگه خاله نباهات بشنوه شبو اینجا تو خونه سوزمانی اصلی گذروندی دیوونه میشه مگه نه؟ نه
نشنوه. چرا باید بشنوه؟ نه اصلا لازم نیستم چه چیزی رو بشنوه. به نظرم اصلا چرا باید بشنوه؟ مگه نه؟ خواستم نظرتو بپرسم. هرچی باشه زن توه، تو بهتر از من میشناسیش. نه دخترم این کارو نکن. دختر خوشگلم تو همچین کاری نمیکنی. تو اصلا همچین کاری تو اگه تو نگی نمیشنوه. بهش نمیگی مگه نه؟ نه بابا بهش نمیگم. آفرین دخترم. من بیشتر میخوام اینو نشونش بدم. تو اینو واقعا باورم نمیشه. این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ شما دیگه چجور نسلی هستین؟ شما دیگه چجور نسلی هستین؟ شیطان تو روح همه تون نفوذ کرده. راستش این که اینو نشونش بدم یا ندم دست خودتونه. چی میخوای؟ چقدر نقد داری؟ خدایا صبر بده. بیا ای ست تا دارم، بیشتر ندارم. بگی خوبه. اینو تو کافه خرج میکنم. تو هم منو میرسونی، هزینه ی حمل و نقلم صفر میشه. چشم ارباب، میرسونم. این چه حرفیه؟ ماشین داره میاد تو راه، میرسونیم. خوبه. فقط اونو پاک کن دخترم، ازت خواهش میکنم. پاک میکنم امو کیف، نگران نباش. اما اول باید بریم یه جایی تا توافق کنیم. کجا باید بریم؟ سورپرایزه. یه کار کوچیک داریم، کوچولو. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. به خدا دیگه خسته شدم، اعصابم خورد شده. یعنی چی یه ماشین ازت گرفته فروخته؟ چی کار کنه داداش؟ شاید طرف پول لازم بوده. ما که نمیتونیم براش تعیین تکلیف کنیم. داداش این کار سمپاشی، یعنی شرکتش درست حسابیه. هرچی باشه قراره با مواد شیمیایی کار کنی. والا آقا محمد بهم پیشنهاد داد، اونا هم یه مدت اونجان، پولش هم خوبه. منم باید برم ببینم. تازه ما یه مسافر آمریکا هم داریم و بدون توجه به این چیزا باید کار بکنیم. راستش من زیاد مطمئن نیستم. درسته همه سر کار میریم چند درغاز قرار دستمونو بگیرم، و چه میدونم وسط این همه بیپولی و مشکلات وسط همه این بیپولی ها این بهترین اتفاقی بود که میتونست بیافته. برای همین جا نمیزنیم. لازم باشه خودم میرم صبح تا شب کار میکنم، هیچی هم خرج نمیکنم، اما اون پولو میگیرم و دو دستی تحویل داداشم میدم. فهمیدی چی شد؟ آره داداش. من باز میکنم. گوجه بخور. صبح بخیر خانواده ایران. صبر کن بذار اینجوری بگم عادت کنی. گود مورنینگ ایران فامیلی. گود مورنینگ کازین. گود مورنینگ. راستی اخیراً یه پرنسس کوچولی اصلا منو بوس نمیکنه. کسی دلیلشو میدونه؟ لباس فرمتو دیدم خیالم راحت شد. ترسیدم یه لحظه بگی ما نمیای. نتونستم بگم آیا بگی. خب دیگه بریم. پسرمو تو مدرسه میبینم. قدیر اگه امروز خالی سباهات میخواد بیاد دنبال ایمال، من میتونم همراهت بیام و یکم کمکت کنم. البته اگه حالت بهتره میتونی بیای. خوبم، چیزی نیست. احساس بیقراری میکنی میدونم، اما به نظرم بهترین کارو کردی. ناراحت نباش، کارهای دیگه هم هست که باید بکنم. تو کلاس میبینم. ماسیه منم میخواستم با تو حرف بزنم. برای آخرین بار با تو حرف میزنم دروگاتو کن. نمیخوام فکر کنی چون بعد اون اتفاقات هنوز میام مدرسه آدم بی غروریم. هرچند نمیدونم چرا هنوز برام مهمه. ماسیه این چیه میگی؟ مگه من نمیدونم تو چطور آدمی هستی؟ البته که تو غرور داری.
به داداش هم چیزی نگفتم. ترسیدم اگه کثیف‌کاریه پدرتو بفهمی یه بلای سرش بیاری. میدونم، درک میکنم، حق با تو. هیچی رو درک نکردی دیروک. شما پول دارا فکر میکنین چون پول دارین هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین. با خودتون میگین پسر رو انداختیم زندان، خواهر برادرش رو فرستادیم پرورشگاه، بذار یه پولی بدیم خونهشون رو بخریم تا اگه واقعیت رو فهمیدن حداقل مجبور باشن که سکوت کنن. اما اصلا اینطوری نیست. هدفم این نبود آسیه. هدفش چی بود دروغ؟ مگه کسافتکاری باباتو میدونستی سکوت نکردی؟ خودت هم میگی نمیتونم به کسی چیزی بگم. میدونم حق داری، داری سعی میکنی از برادرت مراقبت کنی. من چی؟ چرا وقتی من از پدرم دفاع کردم مقصر شدم ها؟ چرا آخه؟ چون برادر من یک کسافت نیست. من فقط برای اینکه برادرم قاتل نشه سکوت میکنم. خلاصه به خاطر اینکه تو مدرسه شما درس میخونیم و تو خونه شما زندگی میکنیم و محتاج پول شما این نیست. من مطمئنم یه روزی یه معجزه‌ای رخ میده و از زندگی شما میریم بیرون، دیگه هم ریخته شما رو نمیبینی. آسیه، منو به خاطر پدرم مجازات نکن. اگه من نبودم اما ارهان به پلیس میگفت همه چی کار قدیر بوده. پدرم برای اینکه قصر در بره مجبورش میکرد اینو بگه. من جلوی این کارشو گرفتم. خیلی ممنونم دروغ لطف کردی. آسیه اونطوری با طعنه از من تشکر نکن. حداقل تمام سعی خودمو کردم. نذاشتم پدرم بیشتر از این بدجنسی بکنه. دیگه چی کار میخواست بکنه؟ من واقعا خیلی دوست دارم بدونم. برگشته میگه من به شما لطف کردم. من باید برم. دیگه هم با هم دوست نیستی. فکر کنم اینو فهمیده باشی. آسیه نرو. التماس میکنم این کارو با جفتمون نکن. چی شده رفیق؟ ها؟ دیگه مجبور نیستم تو رو تحملت کنم. شنیدی چی گفتم؟ از من فاصله بگیر. بچه رفیقمون تازگی ها شکست عشقی خورده، رفتارش طبیعیه. حالا منم خوبه، مشکلی نیست. میبینم تو. رنگشو بخرم یا این رنگشو؟ بگی. آره راست میگی، جفتشو میخرم. میشه کفشاتونو نشون بدی؟ آه ولکان چطوری رفیق؟ خیلی ممنون، لطف داری. منم خوبم. راستش من یه خواهشی ازت داشتم. من دیشب خونه نبودم. خب نه 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 اونو نمیگم، معذرم این نیست، اما میخوام به خانمم بگم که شب خونه ولکان بودم، نشستیم خوردیم، بعدش هم همونجا خوابم. آها پس همکاری میکنی. دمت گرم، قربونت برم. مرسی داداش گلم، لطف داری. باشه بعدا تعریف کنم. خیلی خوب، فعلا خداحافظ، قربونت. چقدر بلا بودی و ما خبر نداشتیم. آفرین. اینو تو داری به من میگی؟ آره الان داری با کلیپی که تو گوشیت ازم اخاذی میکنی به من درس اخلاقم میده. خب بگذاریم، میتونی حساب کنی. گوشیتو بده. کارتو بده. نگاه کن، مسخره یه الف بچه شدیم تا سرزمون اخاذی هم میکنن. هی باباشو گیر کردیم. میخوای کلیپو برای نباید بفرستم؟ پولت تو جیبت میمونه ها؟ نه اصلا فکرشم نکن، بس تموم شد. بیا عزیزم حساب کن بریم. بجا خفت نکنه، کل مغازه رو خریدیم. چیز قدیر کی میاد؟
هر جا باشه الان دیگه پیداش میشه. آها اومد. صبح بخیر. مامی همچنین. جمیله بیا اینجا. جمیله نمیخواست امروز خونه تنها بمونه، منم برای کمک آوردمش. از هر کاری خوشت نمیاد بگو جمیله انجام بده. قدیر جدی میگه، با کمال میل انجام میده. باشه، این پشت سمت چپ انبارمونه، یه پیشبند بردار بیه به جمع تنبل بازی در نیار. چطوری؟ خوبم. ببینم هنوزم تو فاز اون روزی یا اون پرت و پلاها رو فراموش کنیم؟ نمیدونم چه فرقی میکنه. تو به کارت برس، احتمالا باید به جمیله کمک کنی، منم باید درس بخونم، بعدا میبینمت. بیا این لیوانا رو مرتب کنیم، رفتن رو اعصابم. چرا این لیوانا رو اینجوری میذاری؟ بعدش هم مگه من نگفتم اینا رو نذاریم این تو؟ نگفتم اینا رو اینجوری نذار، دیوونم کردی مظلوم تو؟ طب بابا ملیسا چرا قهوه‌شو یادش رفت؟ ممکنه به خاطر این باشه که فکرش اینجاست. بیچاره الان درس هم حالیش نمیشه، همینطوری زل میزنه به تخته. الهی بمیره. پسر چرا باید زل بزنه به تخته؟ مگه چی شده؟ خیر انشالله. پسر تو دیگه چه آدم روانی هستی؟ چرا انقدر عجیبی؟ داشته من دختره حسودیش میشه، کلید کرده روی این. باز چی میری اون دختره برمیداری میاری اینجا؟ مریضی؟ برای چی نباید بیارم؟ چرا نیارمش مظلوم؟ مگه چیزی رو قایم میکنم؟ مگه چیزی بین من و جمیله هست؟ عاشق هم دیگه شدین؟ نباید بیارمش؟ یه جور برام قیافه میگیره انگار حقیقت داره. به خدا دیگه دارم دلخور میشم. ببین مظلوم، منم دارم دلخور میشم. باشه رفیق، درسته، تو حق داری. در این صورت فکر کنم کل مشکل شما سر اینه که تو پسری، اون دختر. رابطه شما به کجا رسید؟ هنوز با هم قهرین؟ آره جدا شدیم، جدا شدیم. ما از اولش هم به درد هم نمیخوردیم، منتها ژتونمون گیر کرد، هی رفت اومد رفت اومد. بهتره زیاد چیز نکنیم، اون موضوع کاملا تموم شد. این حرف رو نزن مظلوم، میدونی که کار دله، هیچیش مشخص نیست. والا از این وقتا کار دل همه چیش مشخصه قدیر، یعنی اگه نمیتونی چیزی رو عوض کنی کاملا مشخصه. مشخصه مگه نه؟ آره. اگه فهمیده بود نمیومد کافه کار بکنه. آقا عاکف. قدیر خوش اومدین. خیلی ممنون. چیزی میل دارین؟ یه چایی میاری بخورم؟ آقا مظلوم یه چایی لطفا. جمیله یه چای. تو حالت چطوره؟ خوبم، همه چی رو برام خوبه. خواهر برادرها چطورن؟ اونا هم خوبن، همه چیشون رو برام. حتی امید توی امتحان مهم جز ده نفر اول ترکیه شده، خیلی خوشحالیم. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. این بچه خیلی زرنگه. آسیه چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. خوبه خدا رو شکر. شما برای کارای اداری تشریف آوردین؟ آره دقیقا، منم یه چند تا کار مهم داشتم، برم کارامو انجام بدم. چاییتون رو نخوردیم. قدیر جون میدونی که کارو نمیشه عقب انداخت، خودت جای من بخور. ممنونم. کفتام کم کم جیم بزن، چون از این روانیا هیچی بعید نیست. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.